با درود به هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز سه‌شنبه است، واقع 13 از ماه فوریه سال 2007 میلادی. در این روزهای سه‌شنبه این تاریخ اخیری رو نگاه میکنیم. این بخش از تاریخ بسیار مهم هست، یعنی اگر ما شدیم به بچه که ملازم فرمایید، حاصل این سوابق تاریخی عصر جدید هست. حالا بگذاریم از همه این جریانات تاریخی و فراز و فرودها و روزگار و این مزایق و گرفتاری‌ها و کشتارها و حمله ها رو بذاریم کنار. این از کنم 150 سال اخیر زندگی امروز ما رو ساخته. این اصلا خیلی مهم هست، بی اندازه اهمیت دارد که ما بدانیم آقا چه گذشت در روزگار رضا شاه، چه گذشت در روزگار محمد رضا شاه. اگر اونها رو بدانیم، فکر میکنم که به یک نوع اتفاق و اتحاد عقیدتی در باب ردیابی ریشه های انقلاب خواهیم رسید. و ما تا عرض کنم به این اتفاق و اتحاد نرسیم و در باب گذشته دچار عرض کنم که تشتت باشیم و مخالفت و اینها، طرحی هم برای آینده نخواهیم داشت. یعنی در گذشته خواهیم ماند متاسفانه و یکدیگر را قبول نخواهیم کرد. حالا بگذاریم، اجازه بدین مطلب زیاد هست، اجازه بدید که طبق معمول این غزل خواجه حافظ شیرازی رو برای شما بخوانم. عجب مردی بود است این حافظ. بعضی وقت آدم فکر میکنه این حافظ حقیقتاً چگونه ذهنیتی داشته، این همه هنر رو از کجا آورده است. باری پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد. از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر، ای دید نگه کن که به دام که در افتاد. دردا که از اون آهوی مشکین سیه چشم، چون نافه بسی خون دلم بر جگر افتاد. از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد، بس کشته دل زنده که بر یکدیگر افتاد. بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با دورد کشان هر که در افتاد بر افتاد. این رو کردن با آل علی، هر که در افتاد بر افتاد. با آل علی هر که در افتاد که به حشمت و شکوه و پادشاهی رسید که. بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با آل علی هر که در افتاد. باش ما رو میبینید شیعه این بلاخره. بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با دور کشان هر که در افتاد بر افتاد. گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد، با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد. حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود، بس طرفه حریفی است که شکنون به سر افتاد. این نافه رو زیاد شنیدیم، نافه چی؟ باد نافه گشا شد. حافظ میگوید این نافه و نافه عرض شود که این راجع است به یک آهوی در منطقه تبت که از فاصله 15,000 پا به بالا در کوههای هیمالیا و اطراف زندگی میکنه. نوع نر این
تولید یک ماده خیلی خوشبو میکنه در ناحیه شکم، در ناحیه ناف، وقتی پر میشه به خارش میفته، خودش رو میساید، این سنگ ها و این مشت میریزه، سیاه سیاه هست. و اینهایی که در این کار بودن از روزگار قدیم از بوی مشت میروند و مشت رو پیدا میکنن، به انصاف ها و اعضا هم میروند و شکار میکنن، این حیوان زیبا رو میکشن، بله، و مشت رو جمع‌آوری میکنن. گفت من اون آهوم که از ناف من ریخ اون صیاد خون صاف من. یکی از ابیات بسیار حساس مثنوی است. گفت من اون آهوم که از ناف من، یعنی از برای ناف من، ریخ اون صیاد خون صاف من. ای من اون روباه صحرا که از کمین سر بریدندم برای پوستین، ای من اون پیلی که زخم پیلبان ریخ خونم از برای استخوان، اون که کشتستم که مادون من، می نداند که نخسبت خون من. داری این نافه ارز کنم که پر است از یک ماده بعض اوقات تا حدود یک پاوند یا بیشتر معطر. اینها بهش میگویند اطریات طبیعی حیوانی و یک گربه ای هم البته هست که این گربه را وقتی شما عصبانی کنید سایب کتبه ای میگویند عصبانیش بکنین، غذا دیر بهش بدین، اینها یک ماده ترشح میکنن اونم در شکمش، اونم در میرن بسیار عطر خوشبویی است. و همچنین عرض میکنن که یک نوع هم نهنگ هست، نهنگای بزرگ که از شبه که اسپرم این معطره، مقدار زیاد رها میکنه در یک موقعی از سال و این میاد به سطح آب و این رو جمع‌آوری میکنن و میبرن به انبر. بله، خب از این داستان بگذاریم و بد نیست که به یک مطلب اشاره کنیم، از لطفی هم خالی نیست. از شبت که چند روز پیش بنده به محصی که برنامه رو تموم کردم تلفن زنگ زد، یه آقای گفت که آقا میدونی آنا نیکول اسمیت جارفانی رو بدا کرد؟ بنده که این نام هرگز به گوشم نخورده بود، گفتم ایشان کی بوده؟ فیزیکدان بوده؟ گفت نه آقا فیزیکدان نبوده، اما عجب فیزیکی داشته. منظورتون چیه اینها؟ خلاصه رفتیم دیدیم به تمام این اخبار جهان تحت شعاع این خانم قرار گرفته و عکس‌های نشون میدهن و واقعا دیدم عجب فیزیکی. شما هم دیدید البته، تصدیق می‌فرمایید. باری مثل خداوند تبارک و تعالی همه فیزیک جهان رو بهشون داده بود، اما اندک مغزی به این بیچاره نداده. خلاصه مطلب همینطور پراکنده که من شنیدم این اخبار رو اینا میشنوم و اینها، معلوم شده است که این خانم از شبت که آشنا شده است با بزرگترین دلال محبت جهان، آقای هیو هپنر، صاحب این تشکیلات پلی بوی، و این رو میذارن پشت جلد و اینها و شهرت جهانی، و بعد هم شروع میذارن به مدلینگ کردن و در این فیلم ها و استعدادی هم نداشت مرحومه، مثل این مرحوم این های تعلیس هم یا شباش دیگه بندازیم کنار. خلاصه و هر شبه که ایشون دار پایین رو بدا کردن، یک بچه 3 ساله مانده، 1700-800 نفر مدعی شدن پدر این بچه هستن. فکر می‌کنم فقط مرحوم تقی‌زاده و علی دشتی نیستن در لیست، همه هستن، چون این خانم یک زمانی ازدواج کرد با یک کارخانه‌دار بزرگ یا یک که می‌دونم صاحب چاه‌های نفت. بله ملازم فرمایید. جوان ناکامی است که در بابش داریم صحبت می‌کنیم. بله.
Thanks, Josh. Since Julie's taking a travel day today, I'll be covering the West Coast tonight, where the live music starts in San Diego. If Ozzy were emo and owned a beatbox, he might sound like Texas Outlaws, Chuck Norris, the band. Their brand of mayhem hits San Diego at Scolari's office tonight. UK reggae legend Steel. بله همین خانم، عرض کنم که ایشون گویا در سن 20 و چند سالگی ازدواج میکنند با یک مرد 197 ساله از یا همین حدود، فرقی نمیکنه، یه از 90 که رفت بالا دیگه فرق هم نمیکنه. این بیچاره، این پیر مرد، خلاف عرض کنم که آیه شریفه لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خودش رو به این مهلکه میاندازد و گویا به محض این که با این خانم ازدواج میکند، در این شبی که در فراز میکند و گره از زلف یار باز میکند، چنان که چشمش بر این ماه پیکر میفتد، میگویند ابتدا این چشمهای این مرد لوت شده و با اینکه هرگز در دیار عرب نبوده، به زبان فصیح عربی گفته است انا لله و انا الیه راجع، که میرسد اونش رو دیگه اصلاً از زبانش خارج نمیشه و جان به جان آفرین تسلیم میکنه، موش روحش به سوراخ ادب ابدیت خلاصه فرار میکنه. و بعد از یک هفته که رفتن آقا رو به خاک بسپرن، هنوز حالت تعجب و حیرت و صورت این پیرمرد که شکل مومیایی هم بود آشکار شده و چشاش هم هنوز میگن لوت بوده، ناگهان نفس آخر رو میکشن، میگن اون، اشاره میکنه این راجعون رو، اونش رو، گویان در مورد شاهخانه بر مورد شاهخانه گفته است و خلاصه به کل قالب تهی کرد و یک چند صد میلیون دلاری ثروت می‌گذارد برای این خانم اینها. بعد هم هر شبت که یک وکیلی داشته است و اینها می‌برند در بهاماس اونجا بچه به دنیا می‌آورند و اینها، خلاصه یک بچه ای مانده است و برای چند بابا عجب روزگاریست. با من وقتی نگاه میکنی میبینی که تمام حوادث بزرگ جهان تحت شعاع این داستان قرار گرفت و دوستی میگو من تعجب میکنم، حتی مهمان آقای کریمی دریکی میگو من تعجب میکنم خانم چی داشت، چه کرده بود برای بشریت، چه استعدادی داشت، چه بود اینا. توجه نداشت که اساسا بارها از طرف پس شما ذهنیت عوام و ناس و سواد اعظم مردم اینها به سوی این چیزها حرکت داره، دوست داره، یعنی هر کسی نگاه میکنه دلش بخواد جای این باشه. هر خانه زیبا بود، ثروتمند بود، نمیدونم مشهور بود، در فیلم بازی میکرد اینها. خلاصه وقتی که همچین حالتی هست و توجه کل جامعه به این مطلب هست، خبرگزاریان بزرگ هم مجبور هستن، چون موضوع کسب و کار هست، اینها باید به مردم چیزی بدهن که میخواهند. اگر مثلا این امشب یا دیروز یا آقای لری کینگ بیره یک هفته از این داستان رو فرو میگذاشت و میپرداخت به قضایای مهم جهانی رو مصاحبه ها چنانی، هیچ کس بهش توجه نمیکرد، ریتینگش میامد پایین و اینها پول از دست گیردن. این که شما هر نگاه کنید اخبار جنگ عراق و موضوع افغانستان و سایر قضایا تحت شعاع این اولیا مخدره واقع شده. بله، اون مرحوم هم گویا ثروتش رسیده است به این خانم. خواستم شما هم بدانید که چه میگذارد، که البته فکر میکنم که ندانید که چه میگذارد. خب امشب یک شعری هم زبوتراب جلی میخوام براتون بخونم. در بین طنز نویسان ما ابوالقاسم حالت و زبوتراب جلی مقام بلند داشتن. بسید بدید اعلامی بکنم در باب این سمینارها. بله، موضوع سخن حمله عرب به ایران روز پنجشنبه 15 مارس 2007 در 2575 مکه، سویت 160 ایرواین، در ساعت 7 بعد از ظهر. عرض کنم تلفن 949-551-9272 عرض شد که اورنج کانتی کمیتی فور بهرام مشیر. خیلی ممنونم از همت دوستان اورنج کانتی، همت میکنند، کار پر زحمتی است این کارها. بله، و عرض شود که در نیوجرسی
ادب پارسی و هویت ایرانی، زمان جمعه دوم ماه مارس 2007 ساعت 7:30 شب. بله نوشتن که وزیر هم میکنن رو اینها. تلفن آقای ایرانی 201-935-80-33 و 212-683-7700. بله و همچنین در بنیاد فرهنگی مهتان خواهیم بود خدمت دوست گرامی بزرگوار مهندس فیروزی روز 25 در انسیناتو کامیلیو سنتر 1140 اوکرس پارک درایو انسیناتوس کالیفرنیا. و امشب من خواهش میکنم از آقای فیروزی ساعت 9 با شما صحبت کنم، توضیح بقیه برنامه ها رو خودشون بدن. تلفن آقای فیروزی و بنیاد فرهنگی مهرگان 858-673-7000. این هم اخبار مربوط به فعالیت های سرزمین جاوید. بله ابو تراب جلیل، از شبت که ابو تراب جلیل من هرگز ندیدم، حتی تصویر این مردم ندیدم. دانشجو بودیم، خدا رحمت کنه دوست من مهدی حاتمی رو شعر زیبای خوند. گفتم خواهی مهدی این شعر رو از کجا آوردی؟ ببخشید این شعر رو مهدی نخوند، شعر رو محمد دوستم خود محمد نایینی. شعری بود به نام شعر جاندار. ما خیلی از طبع روان ابو تراب جلی خوشمون آمد به قول محتما، تا شعر اتاق سلمانی رو دیدیم دیدیم به به این هم زیباست، شعر جاندارمش. شما میدونی جاندارما در اینجا مشهور بودن به اینکه مرغا رو میخوردن، اخاذی میکردن و امپراتور بودن و اینها. شعرش خیلی بلند و زیباست، بر وزن شاهنامه گرفته. بیت اولش رو هم در حقیقت به اختفای استاد توس رفته و عشق بوس دلیری که بود نام او عشق بوس، همین برخروشی بر سام کوس. بیاید که جوید از ایران نبرد، سر هم نبرد اندر آرد به گرد. و بقیه داستان ها ایشون جاندارم رو چیز کرده بود. جوید دلیری که بود نام او جاندارم، جاندارم به ضرورت قافی البته جاندارم شده است. خب دلیلی که بود نام او جاندارم، از اون کهن قالتاهای بنام، از اونها که اهل می و سور بود، به دهندرون امپراتور بود. زهر کس گرفته بسی پول چای، پاسبان او جاندارم بودم یه پول چای به ما بدید. زهر کس گرفته بسی پول چای، بسی جوجه خورده عباکت خدا. شب از پیش بیچاره خوابش نبرد، که فردا کجا باید افتاد و خورد. چو سیمرغ زنگی فرو شد دمیغ، سیه زاغ افکن زنگی ستیخ. یعنی شب شد کنایه از شب هست، سکندر به حیوان بشد گام گام، که شد صبح یعنی خلاص کلام. پی پول چایی به فکر اندرون، هم از پاسده شد به ده اندرون. آمد بیرون یعنی یقه کیو بگیره. صبح شده پی پول چایی به فکر اندرون، هم از پاسگه شد به ده اندرون. دوید و دوید و دوید و دوید، خلاصه به دروازه ده رسید. زهرس به هر سو نظر کرد اون فیلتن، به چوپان و یار و بر مرد و زن. که شاید شکاری به تور آردا، شبانگاه رو سوی سور آردا. نیفتاد در دام او هیچ کس، مگس خورد جاندارم و جاندار مگس. کناگا شخصی از اون دور دست، ابر بند شلوار خود برد دست. بیچاره دهاتی تشرشر کنون گشت مشغول کار، ولی غافل از گردش روزگار. جهان دیده جاندار بنواخ هست، فرو شد برو همچه آزر بشن. حالا اینجا دیگه بقیهش خوندنی نیست، بسیار زیبا و خنده آوره که این آقا چی میگه. خلاصه که شما تلگرافات رو خراب کردی و امواج رو کثیف کردی. خلاصه چه خواهی نیفتد اومد در تله، تو باید ز جیب مبارک بله و
ولی کندهاتی به جیبندرون هران چه بکابید از حد فزون زر و سیم و سکه در آن جیب راو تو گفتی که اصلا ز مادر نزاد. و بقیه شعر که چند چیز مستشن هم داره که اینجا خوندنی نیست اما بسیار قوی بود. من یه فرمید که یک موسیقی بشنویم برگردیم شعر رو تا رو سلمانی رو من براتون بخونم بعد نیست تو چند دقیقه بیام. Thank you.
با درود بر شما هموطنان گرامی. این آهوهایی که دیدید آهوی ولایت ماست در صحرای موته، این دشت نزدیک گلپایگان بود. من خیلی خوشحالم آهوها رو نکشتن، آخوندها عجیبه واقعا با این هم اسلحه در دست مردم. چون وقتی گذر میکردیم از اینجا دسته های آهو میدیدیم، بیستایی دستایی اینا، بعد شبا میامدن با نورفکن و اینا بیچارها رو میکشتن میبردن و اینا. خوشحالم دیدم بازم آهو هست هنوز. باری تصحیحی بکنم، گفتن که این بچه‌ای که باقی مونده 4-5 ماه هست و حتی گفتن که ممکن است که این خانم اسپرم اون پیرمرد 90 چند ساله رو گرفتن و بعد این کارو باش کردن که بعد در دادگاه، حالا این پدرهای مدعی که آمدن اینها میگن دادگاه باید دی ان ای اینا رو بگیرن آزمایش کنن پدر واقعی کیست. گفتن ممکن است که اسپرم اون رو گرفته باشن که ثروت بیلیونی آقا رو بخورن. خلاصه این هم یک حکایتی بود که اجازه بدید برگردیم سر این شعر ابوتراب جلی. دوستان شکایت کرده بود که این مشکلی خیلی جدی است و اینها. گفتیم خب آقا اونجوری هم نیست که شما خیال میکنین، حالا ما شعر جلی هم پیدا ممکنه نکنیم به هر صورت، ولی شعر خوبی است. اگر پیداش کنم من میدونم آوردم شعر آقای ابوتراب جلی رو که برای شما بخوانم. بله، این داستان ابوتراب جلی از شبت که این است که رفته از سلمانی و توضیح میده که چی شد در اونجا. میگوید بهر اصلاح سر پس از یک سال رفته بودم دکان سلمانی. چشم بعد دور دکه ای دیدم در سیاهی تو شام ظلمانی. سفان همچه حال بنده خراب، در و دیوار رو به ویرانی. چند تا قاب عکس آویزون همه در حال نیمه پنهانی. یک طرف عکس رستم و سهراب، یک سو افراسیاب تورانی. صورتی از برهمن و بودا زیر تصویر مزدک و مانی. مرغکی پرشکسته توی قفس بود در چهچه و غزلخوانی. دو سه تا مشتری در آن حفره مات و مبهوت همچو زندانی. پیرمردی گرفته تیغ به دست همچو جلاب عهد قازانی. دیدم آینه مقابل خود قاب آینه بود سیمانی. عکس خود را در آینه دیدم خارج از شکل و وضع انسانی. چشم ها کج دهن کج و کوله، چهره چون گیوه سنیجانی. لنگ انداخو به گردن من چون رسن بر گلوی یک جانی. گفتم این عکس های رنگی را که چپاندی در این هلفتانی از کجا جمع کردی؟ گفتا ای گرفتار جهل و نادانی، این جماعت زهد کیکاووس تا به پایان عهد ساسانی. مشتری های سابقم بودن تو از این ماجرا چه میدانی؟ همه را بندی کردم اصلاح، نه که اصلاح مفت و مجانی. من از اینها گرفتم بسیار اسکناس هزار تومانی. حال برگو سرت چه فرم زنم؟ بابلی، آملی، خراسانی، جوشغانی، ابرقویی، رشتی، سوئدی، انگلیسی، آلمانی. گفتم اشمعیل میل سرکار از هر طریقی که خوب میدانی. گفت شغل تو چیست؟ گفتم من شاعرم شهره در سخندانی. گفت این از قیافت پیداست که به نوع بشر نمیمانی. در حقیقت همین هنر، این هنر کافیست از برای نژاد ایرانی. جای هر چیز قاسم الارزاق، شعر برمانمود ارزانی. دست بر شانه برده شد مشغول، در سر من به شانه گردانی. چند تایی که داشتم بر سر همه را ریخ روی پیشانی. گفت در این فرم بوده از اول سر میرزا حبیب قاآنی. پس از آن موی من به چپ پیچون، گفت این هم کلیم کاشانی. به سوی راست برد و با خنده گفت این از فرم خاقانی. پس به بالا کشید مویم و گفت بارکلا عبید زاکانی. بعد از آن ریخ جمله را در هم، گفت این هم حسین قلی خانی. گفتمش دست من به دامن تو ره بان از سر مسلمانی. ترسم اکنون به یاد تو افتد سر میرزا رضای کرمانی. بلغر از خواب خیش جنبیدم رفت مویم به عالم فانی. سرم از زیر تیغ بیرون شد پاک و پاکیزه صاف و نورانی. کار اصلاح ای عجب گاهی می شود با عرض
پشیمانی. وقتی ثبات سیاسی هست و یک از کنم رونق اقتصادی هست، طنز هم البته گسترش پیدا میکنه. در داخل ایران ما طنزی ندیدیم جز بدبختی گرفتاری و سایر قضایا که میدانید. خب اجازه بدید که هر سبت که برمیم سر اصل مطلبی. کتابی باردم خدمتون، شیعه و سنت. از کنم یه استادی به نام احسان زهیر یا احسان الهی زهیر الاستاد، که یکی از آخوندهای خیلی خیلی بزرگ پاکستان بوده در رد شیعه و دروغهای شیعه، این کتاب رو نوشته و در همه جا عرض میکنم که ترجمه شده و کتاب جالبی است. این کتاب یکی از دوستان که پاکستان رفته بود برای بنده فرستاد و خیلی کتاب محکمی است به لحاظ نقد بر تشکیلات شیعه. برای شما بایستی سر فرصت من این کتاب رو بخوانم. مطالب مربوط به قدیر خم و داستان و لگد زدن عمر و موضوع تقیه و خمس و همه این کارهایی که آخوندها میکنن، این عالم بزرگ سنی نقد کرده. این قضایا خیلی اهمیت داره که ما بهش بپردازیم. خب عرض میکنم که در باب رضا شاه صحبت کردیم، چندین ماه هست است در بابشون صحبت کردیم، هنوز مطالب در باب رضا شاه تمام نشده. یعنی مجبوریم که چند شخصیت بزرگ رو معرفی بکنیم، بعد هر شبت که میرسیم به روزگار جنگ بین الملل دوم و اخراج رضا شاه، یک داستان بسیار حزینی است. چگونگی عزل او، نقش فروغی، نقش انگلیس ها و روس ها و این ها و رفتن این مرد به اصفهان و به کرمان و بندر عباس و خاطراتی که بچه هاش نوشتن و اینا، اون کشتی و اون داستان جزیره موریس و بعد درد و رنجی که او کشید در غربت و اینا، این یک بخش بسیار عجیب غریبی است در زندگی رضا شاه پهلوی که به اون خواهیم رسید. اتفاقا خاطرات به قدر کافی از شاهدان عینی هست که برای شما خواهم خوند. هفته گذشته در ارتباط با تقی‌زاده صحبت کردیم، آزادی خواه و عالم بزرگ عهد رضا شاه و مشروطه. تقی‌زاده از معدود رجالی بود که هم دوره مشروطه رو درک کرده بود، هم دوره رضا شاه رو، هم دوره محمد رضا شاه رو. عمر طولانی یافت مرحوم تقی‌زاده و از شخصیت هایی است که در باب او بحث و مناظره بسیار از گروه میگوین تقی‌زاده عامل انگلستان بود و چنین بود و چنان بود و گروهی هم عرض میکنن که او رو مبرا میدانند از همه این داستان ها. و اونچه هست این است که تقی‌زاده شخصی بوده، از شخصیتی بوده از بزرگ، تاثیرگذار، محقق، دانشمند، آزادی خواه و ایران دوست. و بیوگرافی این مرد بزرگ رو برای شما بنده خواندم تا اونجایی که موضوع به توپ بستن مجلس شد و هر شبت که کشتن میرزا جهانگیر خان و ملک المتکلمین و اینها. تعدادی از روشن فکران و سردمداران فکری روزگار مشروطه و مجلس گریزان شدن به سفارت انگلستان. این یک نقطه ضعفی است واقعا، اما چاره هم نبوده. اگر تقی‌زاده نمی رفت به سفارت انگلستان، حتما اون چه به روز میرزا جهانگیر خان آمد و ملک المتکلمین، به روز او هم می آمد، می کشتن او رو. چون خصومتی که محمد علی میرزا، محمد علی شاه با تقی‌زاده داشت شاید شدیدتر از خصومتی بود که با میرزا جهانگیر خان داشت. این است که تقی‌زاده هم رفت از اونجا و این گاردها آمدن رو محاصره کردند و نها خلاصه مباحثات و مناظراتی شده است بین این اعضای سفارت و اینها، شرشون کم شده است و آمدن. در اینجا آمده است که کسانی آمدن و وجوهی آوردن یا وجوهی از دولت انگلیس گرفتن برای این که از ایران خارج شدن. تقی‌زاده هیچ وجهی نگرفت و گفت من احتیاجی به این با
پول ها ندارم به قدر کافی هست که من از ایران بروم، تقی‌زاده اجباراً جلای وطن کرده و از ایران بیرون رفته. به محضی که خارج شده خبر رو به گوش یکی از واقعاً دوستان صدیق ایران پروفسور ادوارد براند شنیده و نامه ای نوشته است به تقی‌زاده، او رو دعوت کرده است که در دانشگاه کمبریج عرض کنم که تحصیل و تدریس بکند. با این دو بیت آغاز کرده پروفسور براون: شنیدم صفات تو عاشق شدم، به دیده ندیده رخ فرخت، به یاد تو برخواست صبر از دلم، چه ها خیزد آیا چو بینم رخت. نمیدونم شعر مال کیست اما سبک خراسانی است. بران نوشته بود: شنیدم شما به پاریس آمده اید، خیلی مشتاق دیدار شما هستم، اگر ممکن میشد که بیایید انگلیس خیلی خوشحال میشدم و میتوانستم با هم کار بکنیم. مقصودش این بود که در راه مشروطیت کار بکنیم. به این جهت من مایل شدم که سری به انگلستان بزنم و اگر راهی پیدا شود که کار و شغلی در اونجا برای گذران معیشت پیدا بکنم موقتا اونجا بمانم. حالا شما ملاحظه فرمایید یکی از رجالی که در اون روزگاری که نه دانشگاه بوده نه راه فرنگ بوده، نه این مرد تحصیل عرض می کنم اکادمیک داشته نه دکترا داشته، مثل این دکتر تقلبی هایی که هر روز عرض می کنم که این تلویزیون ها می بینیم و این ها و این آخوند ها که حالا اگر عمامه دارن حضرت آیت الله حجت الاسلام، اگر ندارن این دکتری هم به خودشون می چسبانن، اینها هیچ ارزشی ندارد. که مشکل است که خود بگوید نه اون که عطار بگوید، جای دکتر هم در مطبه. حالا بگذاریم، هر شبت که تقی‌زاده آمده بیرون، این مرد انقدر دانشمند بوده که یک بزرگی مثل براون، یک دانشگاهی مثل کمبریج بلافاصله از او دعوت کردن که بیاد و در اونجا تدریس کنه، کمک بکنه. بنده خدمتتون عرض کردم شما این آخوندها رو، این آقای رفسنجانی و این داردسته رهبر و این احمدی نژاد اینها رو اما ما رو بردن اشار به تراشن به طور گمنام از ایران بیان بیرون. در هیچ کجای دنیا بنده فکر میکنم به اینا شغل مرغدانی بدهن یا نگهداری یابو و شطور، اینها چون هم مهارت و تخصص بخواد اینا ندارن. تقی‌زاده در تبریز تحصیل کرده در مکاتب، حالا ازش خواهش کردن در بره در کمبریج تدریس کنه، در اونجا کار بکنه. البته ابتدا شغلی که به او دادن این بود که کتابخانه کمبریج رو تنظیم بکنه، بکنم کار خیلی مهمی بوده. مقصود این که در اون روزگار با اینکه دانشگاه نبود، عرض میکنم که این قضایا و این مطالب نبود و کلاس رفتن های به این شکل مدرن، میشد در همون محیط قاجارها عرض کنم کسب علم کرد. دو نتیجه میگیریم: یکی خود انسان باید طلبه باشه، دوستدار دانش باشه، دانشجو باشه. نتیجه گیریم که میگیریم با اینکه عرض کردم نداشتیم دانشگاه، باز رجال برجسته دراز اول مثل علامه قزوینی، مثل حلیم پیشاوری، مثل ملک‌الشعرای بهار، دانشمندان بزرگی بودن. هنوز هم افتخار ما به اینهاست در این دوره. اینا فارغ التحصیلان دانشگاه نبودن، دکترا هم نداشتن به خصوص، استاد فروزانفر اینها. باری با هم کار بکنیم. مسئولش این بود که در راه مشروطیت کار بکنیم. ادوارد براون عرض میکنم که مقالات متعدد مینوشت، با رجال انگلیس صحبت میکرد و میخواست احقاق حقی بکند برای مردم ایران و بگوید چهره ایران اون نیست که شما مردم انگلیس معرفی کردید. مردم مردم بزرگی هستند، ملت بزرگی است، ملت ایران سوابقش چنین است، ادبیاتش چنین است و قضایا. بله، مختصر بچی که قرض کرده بودیم رو به اتمام بود. عاقبت من مصمم شدم اون چی باقی ماند همه را به میرزا محمد علی خان تربیت که او هم از مردان بزرگ بوده داده پیش او بگذارم و خود به تنهایی به انگلیس برم. تقی‌زاده سپس شهر اولی ملاقات خود را با پروفسور براون در لندن داده و می نویسد: وقتی براون اصرار کرد با او به کمبریج بروم، گفتم دوستی هم در پاریس دارم که می خواهم با او باشم. براون گفت بنویسم هم بیاید و یک اسکناس 5 لیری به من داد که بفرستید برای رفیقتان که بیاید. و من به میرزا محمد علی خان نوشتم که آمد.
بعد اون نوشت که یک کاری برای شما در کمبریج پیدا کردم، بیایید اینجا. وقتی اونجا رفتیم گفت کاری که پیدا کردم این است که در کتابخانه عمومی کمبریج، که کتابخانه بزرگی است البته، کتب فارسی و عربی درست بهرست نشده است. حالا چون سخن به اینجا رسید عرض میکنم که این آخوندها که کارشان از بام تا شام دروغ هست، اساسا کار اینها با دروغ شروع شده. تبار عقیدتیشون از دروغه و تحریف و فریبکاری و ریا، اینا اصول دین اینها ایناست. اول دروغ، دوم ریا، سوم شقاوت، چهارم جنایت. عرض میکنن که اینا، این اصول دین این آخوند هاست، آخوند های رافضی خود ما میایند و عرض میکنم برای که سر این ملت به جوانهای بیچاره رو شیلهی بمادن، یک چیزی درست میکنن، یک سالن درازی درست میکنن، چند تا چیز پارتیشن میزدن، یک چیز هم بگیشن روش بگن بپرما اینک دانشگاه، دانشگاه آزاده، نمیتونم قصرین، دانشگاه آزاده فلان. به در دیوارش هم شعار مینویسن نه غربی نه شرقی، جمهوری اسلامی، حق مسلم ماست، چی فلان از این حرفا. نه کتاب داره، نه کتابخانه داره، نه استاد داره، هیچ. یکی از وجوه مهم یک مؤسسه آموزشی یا دانشگاه کتابخانه‌شه. اعتبار دانشگاه به چند چیز است، یکیش کتابخانه‌شه. چون که در فرض کنید هاروارد بیشتر از 8 میلیون جلد کتاب در کتابخانه‌اش هست، در پرینستون چیز قریب 4 میلیونی 5 میلیون جلد کتاب در کتابخانه دارد. بفرمایید که دانشگاه آزاد نجف آباد چند کتابخانه‌اش چه چیزی است؟ یکی فرض کنن تعداد نسبت استاد به شاگرد هست، یعنی دانشگاه میگن موس کامپیتیو تعداد نسبت 1:6 هست، 1:5، یعنی به ازای هر 5 تا دانشجو یک استاد هست، استاد درجه عالی داره و سوابق درخشان. دانشگاه یکم پایین تر نسبتش میشه 50 نفر به یک نفر، نمیدونم 100 نفر هم میرسه. و دیگر این که در این دانشگاه چه تحقیقاتی شده، چه اختراعات ابداعاتی شده و فارغ التحصیلان این دانشگاه ها چه رجالی بودن، جهان رو تغییر دادن. به این جهت هست که ببینیم دانشگاه برلین به عنوان مثال شاید یکی از مهمترین دانشگاه های قرن بیستم باشد. همچنین هست کمبریج با اون لابراتوار مشهور که اختراعات بزرگی شد، در کاوندیش لب لابراتوار، در الکترون اونجا کشف شده، پروتون اونجا کشف شده. عرض میکنم شخصیت های بزرگی در اونجا کار کردن، مثل تامسون عرض میکنم که اوپنهایمر، ده ها دانشمند بزرگ در این لابراتوار فیزیک کمبریج. بگذاریم، کمبریج به جهت اینکه دانشگاه بسیار بزرگی است و دومین دانشگاه جهان است بعد از هاروارد مطابق تقسیم بندی ها، کتابخانه‌اش منظم نبوده. بخش فارسی عربیش از مرحوم علامه تقی‌زاده خواهش کردن که بیان اینا رو فهرست بندی کنه. بسیار عالی. بله، به اونجا رفتیم. گفت کاری که پیدا کردم این است که در کتابخانه عمومی کمبریج، که کتابخانه بزرگی است، کتب فارسی و عربی درست فهرست نشده است و محتاج اشخاصی هست که این زبانها را بدانند و فهرستی برای اینها درست بکنند و طریقه فهرست کردن را چنان که اونجا معمول است به ما یاد داد. ما در یک پانسیون خیلی ارزان منزل کردیم و روزها به کتابخانه رفته مشغول این کار بودیم. حالا روزگاری که تقی‌زاده رفته به اجبار جلای وطن کرده، در ایران موضوع آزادی به کل فراموش شده. شخصیت هایی که باقی مانده بودند مثل مرحوم دولت آبادی و دیگران از منزل به منزل فرار میکردن. یک وحشت عجیبی حاکم شد و بگیر و به من بود. حسن جمال واعظ رو کشته بودند، بسیاری دیگر رو میگرفتن کشتن و اینها. تنها جایی که آزادی نیمه جانی داشت و مشروط جانی داشت به لطف شجاعان تبریز بود، شهر
پهلوان تبریز و مردان بزرگ غیرتمندی که در اونجا بودن، مثل بابر خان و ستار خان و حاجی کوز کنانی و حسین باغبان و ده ها نفر، ست ها نفر زنان تبریز، اینها آزادی در اونجا هنوز گرمایی داشت و میتپید. بقیه ماسه رو به کیسه کرده بودن و خبری دیگر آزادی نبود. محمد علی میرزا فرستاده بود سپاه دولتی رو، چندین سپاه فرستاد، شکست خورده بود، سپاهی بزرگی فرستاد و عرض میکنم که تبریز رو محاصره گرفته بود و قحط و قلای شدید و گرسنگی فوق‌العاده‌ای و مردم در شرف عرض کنم که مرگ بودن به لحاظ گرسنگی. خب اجازه بدید که موسیقی بشنم، این ادامه موسیقی پرویز یاحقی که شنیدید، اهدایی دوستم ایرج انرژی از اون فنا، برمیگردیم فکر میکنم که یکی دو دقیقه با مهندس فیروزی صحبت کنیم در باب این سمینار تا چند دقیقه دیگه. Thank you.
درود بر شما هموطنان گرامی. بیادران زنده یاد پرویز یاحقی رو شنیدید. بریم با آقای فیروزی صحبت کنیم ببینیم که در باب سمینار چی می‌فرمان. آقای فیروزی درود بر شما. درود بر شما و کلیه بینندگان عزیز شما جمع منصور. قربان شما. خوب هستین قربان؟ من خیلی خوب هستم. شما باز در این سمینار یک مطالبی نوشتین که بیانش از بنده بر نمیاد، این زبان شیرین شما رو طلب میکنه و بفرمایید که در روز 25 چه خبر است قربان؟ عرض کنم خدمت شما که در روز یک شنبه 25 همین ماه سمینار یک روزه‌ای در سان دیگو تشکیل خواهد شد. جناب مهندس بهرام مشیری که از دالی باشید راجع به پای استدلالیان، بله، و آقای دکتر اسماعیل نوری علا
راجع به جنگ 72 ملت صحبت خواهم فرمود. بله. این سمینار جز تعهدات فرهنگی ما هست، سالی چندین دفعه اینو تشکیل میدیم و طبق سنتی که داریم از ساعت 8:30 تا 9:30 از شرکت کنندگان به نور و به نان و پنیر و چای شیرین پذیرایی میکنیم. بله. 9:30 تا 10 موسیقی هست، بعد سمینار شروع میشه، ساعت 1 به غذای نمیدونم آذری نوشتم منظورشون از غذای آذری چی هست و موسیقی ایرانی پذیرایی میکنن و بعد از نهار هم سوال و جواب ها تر میشه تا ساعت 4:30-5. برای کلیه دوستانی که از راه های دور میان، چون نمیدونم خدمت نرس که در میانه چند نفر از ایالت های دیگه تشمی میارن، در همون نزدیکی ها هتل گرفتن، با یه هتلی صحبت کردیم، اونجا اقامت خواهند فرمود که نزدیک انسنیتاس هست. بله بله. اما چون تنها مطلبی که خواهش ما هست، دوستانی که شرکت خواهند فرمود اگه لطف بکنن فقط تعدادشونه به ما بگن، ما اسمشون رو ثبت نام میکنیم و وقت کارتای ورودشون رو میذاریم دم در. بله. بعد از کنم خدمت شما که چون غذا در خونه تهیه میشه، دانستن این که حدوداً چند نفر تشریف میارن حتما ضروریه. اینی که از شرکت کنندگان محترم خواهش میکنیم زنگ بزنن به شماره 858-673-7000. چرا من اسمو شیری؟ ما میدونیم که روز یک شنبه صبح از خونه بلند شدن و یک شنبه را گذاشتن و به این سمینار آمدن، خب کار هر کس نیست. ولی کاری هم که شما میکنید، انسان هایی هستن که عاشق این کار هستن، آدم هایی هستن که دلشون میخواد که با مهندس بهرام و مشیری بنشینن و از خرمن فضیلتشون خوشه بچینن. اختیار دارید. ایشون را به عنوان یک به اصطلاح فرد دانشمندی که از دل ما سخن میگوید و تاریکی ها را به نور تبدیل میکنند، عاشق نشسته به از عاقل متحرک، موازین عقلی، موازین علمی، تواضع و فروتنی یکی از خصوصیت های این سمینار است. و من خیلی خوشحالم که از نظر کیفی اینقدر کیفیت سمینارهایی که از سالی هم تشریف داریم بالاست که دوستان از راه های دور حتی برای یک جلسه تشریف میارن و ما اینو به فال نیک میگیریم و امیدواریم که با همین شماره تلفنی که عرض کردم سربران شرکت خواهند فرمود قبلا ثبت نام بکنن. ثبت نام هم تشریفاتی نداریم، فقط یه زنگ میزنن که ما چند نفر هستیم میاییم، ما به تعداد اونها میدیم غذای اینا تهیه بکنن. این منظور از غذای آذری اینجا نوشته است موسیقی ایرانی غذای آذری. من فکر کردم عبارت رو میشد اینجوری عرضه کرد که موسیقی آذری غذای ایرانی، بعضی هر دوتاش معنی میده. غذای آذری منظورتون چیست قربان؟ شما سالها در تبریز بودین قربان. بله بله بله. غذاهای خاص خودشون دارن. بله بله. و اینه که اگر انشالله فوصله بکنن نوع پذیرایی به گونه خواهد بود که خاطر خطیر. ولی من میدونم چون از سالی به غذا و اینا خیلی اهمیت نمیدهید، آدم با شما زندگی بکنه از خوردن اینا خبری نیست، بیشتر دوش کردن و فهمیدنه. ولی در یه جمعی که شرکت میکنن برای اینکه صرفه‌جویی در وقت بشه، ما این تدارک رو میبینیم و آنچه را که داریم در سفره اخلاص میذاریم و تقدیم شما میکنیم که دور شمع وجود شما جمع بشن و از شما برخوردار بشن و این صمیمیت و اتحادی به تدریج داره با راهنمایی های دوستانی مثل شما در جامعه ایرانی زیاد میشه. درود بر شما. فکر میکنم که بهترین زمان همین دید و بازدید ها این سمینار و خوردن یک چای شیرین و به صبحانه خیلی باعث خوشحالی دوستان در محضر شما خواهد. قربون شما آقای مهندس بیروزی، خیلی لطف فرمودید. شما بسیار زحمت میکشید. اون دفعه من دیدم واقعا تعجب کردم این تشکیلاتی که شما در گاراژ گذاشته بودین و به چه زحمتی برای این همه غذا و پختن و فضیرایی و اینا. درود بر همت شما. ممنونم از اون مهندس جان. شما امری دیگه ندارین؟ بحثی هست ندارم. از دوستان خواهش می‌نم که اگر لطف کنن هر چه زودتر به ما زنگ بزنن، ما از نظر تدارک وسایل پذیرایی در مرزی که نخواهم.
قربان شما. خیلی ممنون به امید. لطف فرمودید قربان. متشکرم از محبت. قربان شما. بله آقای مهندس فیروزی که باشون آشنا هستین در سان دیگو و برنامه های مهرگان که یک سمینار بزرگی هم البته در ماه سپتامبر خواهد بود. این پنجمین باستی باشه چون در سه تاش بنده شرکت کردم و یکیش هم نبودم و پنجمین سمینار سان دیگو در اول دوم و سوم فکر بکنم حالا فلایرش و اینترستانش حتی میده باری از روید برگردیم سر داستان زندگی تغییرزاده و رفتن او به کمبریج و از کنم بقیه غذایا. میگوید که بله میگوید و بعد طریقه فهرست کردن داد چنان که در اونجا معمول است به ما یاد داد. ما در یک پانسیون خیلی ارزان منزل کردیم و روزها به کتابخانه رفته مشغول این کار بودیم و غالبا با او یعنی خود پروفسور براون مشهور بودیم. پس از اون که چندی دو ماه یا بیشتر در اونجا ماندیم روزی تلگرافی از جلفای ایران توسط پروفسور براون به من رسید که اوضاع تبریز مغشوش است و شما باید هر چه زودتر خودتون را به تبریز برسانید. من خیلی متفکر شدم و عاقبت مصمم شدم به تبریز بروم. مرحوم پروفسور به من گفت حالا که معرکه دارد گرم می‌شود حیف از شما بروید، ولی البته صلاح کار خودتون را بهتر می‌دانید. بعد عرض می‌کنم که در اواسط ذی‌قعده 1326 اوایل زمستان 1387 شمسی و فقط چند روز پس از ورود من به تبریز با بسته شدن راه تبریز و جلفا که آخرین راه باز بود، محاصره تبریز از طرف قوای شاه کامل گردید. دلیلش هم واضح بود. عرض کنم که تبریز قیام کرده بود، نشست، شاه هم هر سپاه میفرستادن، شکست میخوردن، اینو دوده رو فرستاد. عرض میکنم که سپهدار رو فرستاد، تنکابونی، مرد شجاع ایران دوستی بود، رفتید. موضوع آزادیه و عرض کنم که خواست مردم هست، گفت من اهل این کار نیستم. از بختیاری ها فکر کنم سردار جنگ حتی دعوت کرد، ایشون هم زیر بار نرفت و اینو دوله رو فرستاد، شاهزاده اینو دوله و کار بر مردم تبریز سخت شد. بله با بسته شدن راه تبریز جلفا که آخر راه بود محاصره طرف طرف قوای شاه کامل گردید و چهار ماه بیشتر این حالت محاصره دوام یافت. به تدریج عرصه بر اهالی شهر تنگ و زندگی خیلی خیلی سخت شد. کم کم یک دکان نانوایی یا بقالی یا هر نوع خاربار و فروشی هم باز نماند و گرسنگی و قحطی بسیار شدید و هولناک روی داد که مردم فقیر در کوچه ها مردن. این که بنده تو سر خودم میزدم خدمت شما اینجا این مشروطه میکنم و قانون این بوده رنجی که مردم برده، این بوده همتی که مردم کردن واقعا برای برپای داشتن یک عدالتخانه، مجلس، قانون اساسی. این آدم های خودخواه آمدن فکر کردن مردم ایران مثلا دردشون دوتا جاده است و جاده تا نمیدونم مؤسسه است و اینها با اینا درست میشه. سوراخ دعا رو بالکل این دیکتاتورها گم کردن متاسفانه، هم خودشون رو در بدر رو بیچاره کردن هم مردم رو، و ما رنج استبداد گذشته رو میکشیم. این رو بنده در هر موقع و موضع تکرار میکنم تا ملکه ذهن بشه، چون بنده قویگن بر این معتقد هستم. تازه مینشستن حرفای گنده گنده هم میزدن که این دموکراسی های غرب چه غلطی کردن، این چشم آبی ها چه کردن فلان. خلاصه فلسفه آخر رو خیلی بهش معتقد بودن. گفتن این مردم خفه بشن، لیاقت ندارن اینا، من دارم برای اینا کار میکنم. نمیدونم در کجا مارچوب عمل میارم، در کجا فلان میکنم اینا، اما یک روزنامه من ملت نداشت. ترانه رو میبرنن نگاه میکردن تو سواک ببینن که ترانه با ترانه هیچ صحبتی نمی‌شد. و اون تبدیل شد به این. البته اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم
حالا بد و بدتر داریم مقایسه میکنیم با هم دیگه. یعنی در یک مقطعی کسی بیاد از نمیدونم آسمان هشتم اوضاع زندگی روزگار پادشاه سابق رو ببینه، از اقتصادی مردم و رفتار مردم، آزادی هایی که بود، عرض میکنم که اینها، و بعد امروز برگرده فکر میکنه دو تا کشور مختلف آمده، اصلا قابل قیاس نیست. اما اونچه مهم است بدانیم که اون باعث این شده. درست است که اون از این بهتر بود، اما اون باعث این شده است و هیچ ضرورتی نداشت اون استبداد. واقعا دل آدم میسوزه. ما میبایستی الان خیلی کشور آبادی داشتیم. همه این عناصر لازم رو برای داشتن یک کشور آزاد و آباد ما داشتیم. هیچ ضرورتی واقعا نداشت استبداد پادشاه سابق و حکومتش، هیچ ضرورتی نداشت. شاید در استبداد پهلوی یک ضرورت هایی بوده باشه، رضا شاه را عرض میکنم، اما در استبداد پادشاه سابق هیچ ضرورتی واقعا نداشت. ایشون میتونست هم خودش را حفظ کنه، هم مملکت را حفظ کنه، هم عرض کنم که به این مهلکی که ملت افتاده است ما نیفتاده باشیم. این شاه و پادشاه در فرهنگ ایران خیلی سخن و بالایی بوده، یک پدیده شگفت‌انگیز بوده. هرگز در تاریخ ایران مرد بر شاه کسی نگفت جز در روزگار اینا. این مرد اصلا متصور نبود. مردم ایران میگن مرد بر شاه، هم چیزی نمیشد، چون دوست داشتن این مؤسسه و این مؤسسه محترم بوده از میراث قدیم. شاه اساسا به مفهوم برترین توانایی نیک، یک چیزی بین انسان و خدا، درست مثل موضعی که امپراتور ژاپن داشته قبل از هم جنگ دوم، یا امپراتور چین و اینها داشتن، صاحب یک مندیت الهی خدایی. وقتی نگاه کنیم به این خلقیات و منش و منه رو، شیوه ها به نشست و برخواست و بزرگی ها و فرزانگی های پادشاهان ایران قدیم قبل از آمدن عرب، این چه انسان های بزرگی پیدا می شد در میان این پادشاهان و چه زیبا می بود. واقعا اگر کشور ما امروز کشور مشروطه پادشاهی می بود چه اشکالی می داشت؟ به نظر من خیلی زیبا بود. این سیستم رو من دوست داشتم، یعنی مشروطه پادشاهی از اون چیزهایی بود که من خیلی فکر کردم هم اشرافیت ایران میمونه با عرض میکنم به خانواده پادشاهی، نگهدارنده فرزانگی ها و فرهنگ اصیل و بهترین لفظ پارسی و بهترین نوع نشست و برخاست. اما مدینه گفتی و کردی کبابو چه میزشت، حالا بماند و چه کارا و انگوش کردن به کار مردم و هر که حرف زد بگیرن یقش رو بندازن این زندان و توهین به اعلی حضرت اعدام و نمیدونم. اینقدر عکس هست از این بچه های ایران که تیرباران کردن، خیلی خیلی واقعا به بیراه رفت. این جنبش واقعا مقدس مشروطی برای آزادی بود، بی احترامی هم نکردن به تشکیلات پادشاهی. اما دربار یک مرکز محلی شد متاسفانه توطئه علیه آزادی و خودکامگی. از اونجا آمد و گفت خب این ملت ملتی بوده چیزی نداشته و اینا، حالا ما دوتا جاده میکشیم، چهار تا تراکتور میاریم، رو که کارخونه میاریم، یک کاری به کار ما نداره. یعنی هر یکی به یک نحوی مغلطه از هان را از آزادی متوجه امنیت میکردن، از هان را از آزادی که مقصود اصلی این ملت در جنبش مشروطه بود متوجه آمارهای اقتصادی میکردن و نفروشی و اینا. ملت چیز دیگری میخواست و اونها هم در خواب خیال دیگری بودن. ملیون رو هر جا میدیدن عذاب میدادن، کار نمیدادن، وطن پرستار رو نفی میکردن. اینها
اما به آخونده باج میدادن ماشاءالله. اون پادشاه شیعیان بودم. خب من خصومت و نمیدونم چیزی با کسی نداریم بنده، اصلا با هیچ کس خصومت ندارم در جهان، هیچ کس با من کاری نکرده، کاری با کسی نداشت. گفت نه براش دوری سوارم نه چه خر بزین، این حرفا که میزنیم اینجا واقعا از سر سوزه، از سر درده، واقعا نباید به این برس میبودیم. 4 میلیون فراری و 70 میلیون اسیر و اینها، اگر این 5-6 سال قبل از این که این داستان بشه یک انتخابات آزاد میشد و این مرد کنار میرفت، گفت آقا ما تا حالا کردیم، فکر کردیم حالا نشده، اینا برمیگردیم به این قانون اساسی رو محترم میداریم و همه فرصت های طلایی برای دموکراسی آزادی. فکر نمی کنم به این زودی بشه و صدماتی که این آخوندها وارد کردن به فرهنگ این مملکت، به روحیات مردم پاک کرد و تعمیر کرد. این گند زدائی کار بسیار مشکلی خواهد بود. این گند آخوند و اندیشش رو زدودن شما کنید کار آسانی است. شاید 300-400 سال طول بکشه این گند زدائی بشه. این تبلیغاتی که اینا کردن از سیستم های فرومایگی و گدایی و عرض می کنن نفی وطن و نفی بزرگان ایران و نفی فرهنگ اصیل ایران زمین و برکشیدن گدایان حجاز به عنوان خدایان ایران زمین. آقا این مردم باستی بیدار شد. آقا جان ما خدا پرستیم، آقا ما موحدیم، این اسلام هم، آقا ما مسلمانیم، خیلی خوب که بودیم. خداست و قرآن رو عرض می کنم که تشکیلش مثلا موضوعش توحید خداست دیگه. این همه حشو زباید از اکبر و قرر از قرر و فاطمه و ثم مثلا مولا ام کلثوم و رقیه و سمیه و بشپوری چند هزار نفری میشن اینها، بعد آخوندها و محدثین و نمیدونم چی رو قبر. به طور کل موضوع اصل قضیه گم شده، اصل قضیه گم شده. این چه اسلامی است؟ این آقا حالا حرف ما چیز میشه؟ ببین این آقا میگه اینا دوز دروغ چیزی نمیگن، اینا اصلا مسلمان نیستن. این عالم بزرگ سنی میگه، میگه اینا کارشون بر دروغ بوده. بله مثلا این تیکر رو ملاحظه کنید، حالا حرف ما داره از چیز منحرف میشه از تحقیق زاده. تزویج ام کلثوم با عمر بن خطاب، هرگز به ما نگفتن آقا عمر رفت از دختر علی خواستگاری کرد و اونم با کمال رغبت و افتخار دخترش رو تقدیم کرد به عمر. اون چه شنیدیم اون که عمر آمده است جفتک انداخته است. آقا مگه عمر معذرت میخوام قاتل بود جفتک بندازه؟ تیزگلنگ انداخته به شکر فلان، بفرمایید تیزگلنگ انداخته به شکر فلان محسن را کش و بعد 3 ماه بعد اون که دخترش هم بهش گفت خب من لگدم بهش کمین بزن. هر چه این آخوندهای رافضی گفتن دروغ بوده، هموطن هر چه میگوین دروغه. باور بفرمایید به شرافت انسان قسم، بنده ناچیز که 50 سال عمرم گذشته حداقل در این مسائل گذشته و در این کتاب ها گذشته، این کتاب به اون کتاب به اون کتاب به این تر به این مرخصت رو سر یک حرف درست و منطقی و عقلانی مزنه نشیدم. هر چی گفتن دروغ بود. شما نگاه کنید عوام تا شما دیروز یکی رفته یک هموطن درد کشیده محروم بیچاره رفته در یک شهر آذربایجان به جان آمده با چاقو شکم این آخوندی رو پاره کرده او رو به درک الاسفل و سافلین فرو انداخته. درک الاسفل سافلین یعنی پایین ترین جای درک فرستاده این آخوند رو. مطمئنن این آقا جنایت کرده، مطمئنن این رشوه میگرفته، مطمئنن دروغ میگفت. بلافاصله گفتن این دیوانه بوده. چرا؟ چون نمیخوان بفهمن مردم که یک آدم دردمندی رفته از سر درد زده این رو کشته. من بره این آدم تا دیوانه نباشه که حجت الاسلام رو آیت الله نمیکشه که. نه این دیوانه بوده. خب اگه دیوانه است که آزادش کنید. آقا من مطمئن نمیره شما تکه تکه میکنید زیر شلاق قصقوناش خورد خواهید کرد و بعد هم به جرس از قال به دارش میکشین. اگه دیوانه است که بیانش پزش قانونی به دیوانه که حرجی نیست ببین دین شما، پس چرا میگیرینش ببینش بیمارستا؟ از رادیو اسرائیل شنیدم من. خب حالا ببخشید حرف من از تحقیق زاده اومد به عمر بن خطاب، باید اینها گفته بشه. واقعا آقا عمر داماد علی بوده، با میل خود اینا رفیق بودن، دوست بودن، یاران پیغمبر بودن، اینها همشهری بودن، بسیارشون با هم خوش و خوش بودن، دشمنی با هم نداشتن.
به اطلاع شما میرسانیم روابط محکمی که بین سه خلیفه و علی بوده است. علی دختر خود از فاطمه زهرا را به عمر فاروق خلیفت رسول در ازدواج داد و محدث و مفسر و ائمه معصومین شیعه این ازدواج را اعتراف میکنند. کلینی از معاویه ابن عمار و او از ابی عبدالله روایت میکنند. من درباره زنی پرسیدم که شوهرش فوت کرده بود در خانه خود چیز نگه داشت، یا چنان که او خود خواست، گفت بلکه چنان که او خواست. چون عمر فوت کرد، علی به ام کلثوم رفت و به خانه برد. بله، ابو جعفر طوسی مثل این روایت رو فلان آورده است. اینها منظوری که هر دوشو باز بکنیم کتاب، تقیه، تقیه یعنی دروغ، دروغ. مقصود این که اینها از سبب که قابل قیاس نیستن با هیچ حکومتی در جهان، اما آنچه ما امروز میکشیم از سبب که از اعمال دیروز ما نست. بله، تقیزاده از مردانی بوده از آذربایجان، شاید کمترم تحت تهران رو هم میگه. من مجلس نمیدونستم کجاست، از فلان کس پرسیدم مجلس کجاست، کالسکه گرفتیم ما رو به مجلس بردن. چه جای مقدسی است مجلس شورای ملی ایران، اونجا اراده ملت باستی منعکس بشه به درستی و صداقت، نه با تقلب و دروغ. شما فیلتر بگذارید، هر چه اطلاعات چی آخوند و ریشو و فلان و اینها جمع بکنید و بعد بین اینا ببینید مهره بکشید، بین اینا این شد انتخابات، هموطنان این شد انتخابات، این احمدی نژاد رئیس جمهوره، این منتخب ملت، این لایق‌ترین فرد بوده برای این کار، در فضای آزاد این آقا آمده انتخاب شده، اینو باید ببرن بیمارستان روانی صداشو ببرن گوش کنید. ایمیل آقای آل احمد برای من فرستاد، ایستاده یک مش ملت بیچاره رو کوپن داده جمع کرده دور خودش میذاره. یک دختر 16 ساله رفته در منزل خودش و اونجا انرژی اتمی تولید کرده. دختر 16 ساله رفته در منزل خودش یک کاغذ و انرژی اتمی تولید کرده. این آقا نور میبینه. یعنی کار ما از این بدتر نبوده هموطنان. یعنی شما به تاریخ نگاه کنید، از کردن دلائلش رو همواره رجال بزرگ در این کشور بودن، حتی در اوج قتل عام ها و کشتار ها و ضرب ها و این های آدم های بزرگی مثل جوینی ها بودن، مثلا در روزگار مغول حاجی رشید الدین فضل الله، صدها نفر مثل این ها بودن. در همین روزگار قاجار ها و ناصرالدین شاه صدها رجل بزرگ در این مملکت بود که دیدید بعضاشو میدیدید، یکیش تقی‌زاده بود. ایداد بیداد. خب این موسیقی آخریست که میشنویم، فکر کنم موسیقی باشد با پیانو. بر میگردیم و خطها رو باز میکنیم با شما صحبت میکنیم. هم بطر چند دقیقه
به به چه مناظر زیبایی نشون داد مهیار. بسیار سپاسگزارم از حسن سلیقه است، به خصوص که محل خود ما رو نشون داد. اون آهوها رو دیدیم، قوچا رو دیدیم، عرض کنم که بعد دو تا کبک هم نشون داد که ولی به 40 سال من کبک ندیدم، چون این کبکی که ملاحظه کردید به این میگن راک پارتریچ، رد لگ پارتریچ هم میگن بهش اینجا، ولی اون چه در آمریکا پارتریچ گفته میشه این کبک نیست، یه چیزی مثل عرض کنم که چیزایی که توی گندم ها هستن و مثل شبیه کیهوس بیشتر اینا. اما این نوع کبک ملاحظه کردی که در ایران سه نوع کبک هست، کبک دری و دو نوع دیگه، هر شبت که در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه، یعنی در نیمکره غربی این کبک نیست، این کبک در جزایر قناری هست، در اسپانیا، در بلغارستان، در ایران و در افغانستان و به خصوص در کوهرنگ و داغ حیوانی دی. به قول هموطن آدشتی رفتیم اونجا و پرسیدیم آقا کبک ها کجاست، که این حیوان کوهیست معلوم سلام کجاست، بیشتر در جاهایی که برف هست و اینا. و یکی از زیباترین عرض میکنن که پرندگان کشور ماست و خیلی خوشحال شدم صحنه ها رو دیدم. پیانویی که شنیدید بسیار زیبا بود واقعا، این نواخته از دوست عزیزم رامین بود، رامین ذوالفنون، خلف سخت استاد محمود ذوالفنون که در آمریکا شیوه محجوبی رو واقعا در نواختن پیانو زنده کردن و لطف کردن در این سفر اخیر که داشتیم برای بزرگداشت استاد این سی دی رو لطف کردن که باز هم ازش استفاده میکنیم. بله خیلی خوب، بذارید با هموطنان صحبت بکنیم ببینیم نظر هموطنان چه هست در باب مطالبی که گفتیم. درود بر شما، بفرما قربان. درود بر شما جناب مشیری. مخلص شما قربان. مخلص هستم که در این تصاویری که شما نشون دادید فکر میکنم یه بخشی هم حالا مطمئن نیستم قوچ کوهی و یا بز کوهی و یا هر دوش بود. بله اگر اجازه بفرمایید امشب باز میخوام گستاخی کنم، جلو از حضورتون عذر میخوام به خاطر گستاخیم و دو مطلب رو میخوام اشاره کنم جانم. یکی ظاهرا به نظر میسه شما نسبت در بین ابزار و وسایل موسیقی ایرانی به دف و تنبک به ویژه تنبک کم لطفید، در تقریبا در تمام موسیقی حتی تکنوازی ها اکثر خریب به اتفاق مواقع تنبک هم وجود داره و شما هیچ وقت اشاره از نمیدونم سنتور و تار و ویالون و کمباچه همه اینا رو اشاره میفرمایید اما هیچ اشاره به تنبک و یادی از زندیات حسین تهرانی که اینقدر زحمت کشید در رابطه با لوس تنبک و این چیزها هیچ وقت مرحمت نفرمودید و چیزی نگفتید. باعث البته من این سعادت نشتم در رابطه با موسیقی زیاد مطلع باشم ولی این مسئله رو متوجه شدم. یک مرحله دوم، مسئله دوم، شما خودتون بارها در صحبتتون میفرمایید و به درستی که انسان تابع شرایط و محیطشه. در رابطه با زندیات خسرو گل سرخی، ایشون یک جوان 27 ساله‌ای بودن، 27 ساله‌ای بودن که در اون محیط با اون محدودیت‌ها امکانات دسترسی ایشون بیشتر به همون ادبیات مارکسیستی بوده و در رابطه با گفتاری هم که در دفاعیاتشون در رابطه با حسین ابن علی کردن تحت تأثیر یکی از مجاهدین که همبند ایشون بودن که اون مجاهد هم تیرباران شد بودن و بیشتر هدفشون مقاومت بوده. من خسرو گل سرخی رو بیشتر مقایسه میکنم با زنده یاد اکبر محمدی. این جوانان به علت شرایط محیطیشون احتمالاً در رابطه با آگاهی ها و اطلاعات تئوریک شاید زیاد به قول آمریکایی آپ تو دیت نباشن. بله. ولی علت از بین رفتنشون به خاطر مقاومتشونه. همونطور خودتون اشاره فرمودید بغیر از کرامت الله دانشیان و زندیات گل سرخی دیگران هم بودن، اونها چون کوتاه اومدن اعدام نشدن و بعضشون هم آزاد شدن. بله. بعضشون الان در مستر خدمات بزرگی در رتبه ایران هستن. بله. این افراد به علت مقاومتشون
مقاومت در مقابل زور و دیکتاتوری از بین رفتن. بله. وقت میذاری تشکر میکنم. ممنونم از شما. هر سبب که نه شما در باب هر سبب که زرفر مدین و اینا چرا؟ بارها من اشاره کردم از آقای اسماعیلی نام بردیم، از هاپکین نام بردیم، از حسین تهرانی، اینها بسیار گفتیم و بعد در بحث موسیقی تاریخ هم در بابشون صحبت میکنیم. اما چند نفر واقعا حالا شما گوش میکنید، چند با خود شما نشستید ببینید که واقعا این زرد داره چی کار میکنه، یا فرض کنید که نقشش چی هست و چه تفاوتی هست بین زرد مثلا جهانگیر ملک یا اسماعیلی؟ این است که اینکه ما بگویم آقا این حالا این زرد کی بود و اینها، خیلی تأثیری در پخش نوار بعدی نداره که حالا هموطن ما بدان آیا این آقای اسماعیلی بود یا فرض رو فرمایید که حسین تهرانی بود. بله این مطلب. مطلب دیگر این که از شبت که در باب این آقای گل سرخی و اینها که گفته اید، اصل قضیه واقعا تراژیک بود. یک مرتبه سر و صدا شد که یک عده‌ای جمع شدن، اعلی حضرت رو بدوزن، نمیدونم شهبانو بدوزن، ولیعهد بدوزن، بعد جمع کرده بودن اینها رو، یه هفته شکسته هم گذاشته بودن اونجا و تبعه 7-8 نفر هم بودن که بنده میشناسمشون، حالا نام نمیبریم بماند. بله اینها جمع شدن اعلی حضرت، آقا این چه حرفیست، چه داستانیست، بدوزن چگونه بدوزن، کدام نقشه، از کجا؟ تصور جرم که جرم نیست. اینها اگر بله حمله کرده بودن، چند تیرم شلیک کرده بودن، دو تا پاسبانم کشته بودن، یقه و بالا عهدن ولی عهدن گرفته بودن، اینها یک مرتبه اینها رو گرفتن، اصلا موضوع از بیخ دروغ بوده گویا، اصلا چنین چیزی نبوده. چاره نداشتن، مردم خفقان بود عزیزم، کتاب نبود، هیچی نبود، هیچ گونه حرف و سخنی در ارتباط با دولت نمیشد گفت. یه فکر میکنم که حتی طرفداران استبداد سابقا موافق هستن که این سخنی نبود، نمیشد. پیدا میشدن چهار تا جوان، از کنم جوان بین سنه نمیدونم 17-18 تا 24-5، یک شوری داره، یک نوع وظیفهی حس میکنه نسبت به وطنش، به انسان، به دردهای انسان، از کنم که به طبقه رنج بر از اینجور صحبت ها و اینا پیدا میشد. همونطور که گفتید درست گفتید، این آقای گل سرخ هم اومد اینجا، دوستی میگفتن که خودشون میخواست یک نقبی بزنه به مجاهدین و بگه منم با شما هستم و اینها، این حسین تشنلبند به شما قول میدم. این آقای گل سرخی به عمرش نه یک ثانیه به حسین تشنلب فکر کرد، نه هیچی در باب او میدانست، نه اصلا که اساسا تیپ این آدم این نبود که بره به حسین تشنلب و از کنم اینا، به ویژه که اساسا در ادبیات و فلسفه سیاسی مارکس و اینا اساسا دین مطرح نیست. مطرح نیست که اساسا یک نیروی منفی و بازدارنده ایست در جامعه. از کرد مارکس میگوید حماقت انسان دین را به وجود آورد، دین حماقت را جاودان کرد. این کلام بسیار بسیار درخشانه مرحوم مارکس از رحمت الله. حالا آخوندها آمدن و این رو هر شب پخش میکنن و به رخ ملت میکشن. و از تمام کسانی که در زندان بودن، چندین هزار نفر زندان شدن، بنده نمیدونم و میدانیم چند نفر گیرباران شده در طی روزگار پادشاه سابق ایران، حدود 3400 نفر رو به خاطر عقیده تیرباران کرد. و تراژدی اونجاست، ببینید ما چه مردمی هستیم، تراژدی اونجاست که میگوییم 3400 نفر بهتره تا کشتن 100,000 نفر. بله بهتره، اما ببینید چه مقایسه ایست این واقعا. ما رو به چه وجهی این مستبدین گرفتن که میگوییم کسی که 3400 نفر رو به خاطر عقیدش تیربارون میکنه آغاز خدا بیامرز، و کسی که 100,000 نفر میکشه بده. بنده میگم که تمام این حکومت‌های استبدادی، تمام ادیان جهان
به گریه یک طفل نمیارزه. تو چه رسد که 3000 نفر کشتن بهتر باشه از 100000 نفر کشتن؟ بله، اینم داستان آقای گل سرخی کتش در آورد و گفت سرور آزادگان حسین تشنه‌لب. خیلی خوب آقا، دیرو دست کردن آقای ناخوندا. بسیار خوب، اصلا حسین سرور آزادگان بوده، شما دارین چی کار میکنین؟ به نام سرور آزادگان 70 میلیون نفر رو زنجیر به دست و پا زدن. آخه این که اصلا نقض غرضه، آزادی مفهوم داره. سرور آزادگان چی به نامش حالا باید چی کار بکنیم؟ باید آزاده باشیم دیگه، نه؟ اگر فکر کنیم سرور آزادگان بود، آزادگانی نبود آقا، اینا قبایل بودن به جان هم افتاده بودن، اینا خصومت ها بود، بارها عرض کردم مثل همین امروز در عراق نگاه کنید همین شکلی بوده. شما با قبایل بایستی زندگی بکنید تا ذهنیتشون رو درک بکنید، بایستی در باب اینا تحقیق بکنید. صدام حسین میگفت من شمشیر میکشم، جوربوشم بیاد شمشیرش بکشه، معاونش هم میگفت. چینی هم بیاد با معاونش، معاونش میگفت چینی هم بیاد با من، ما شمشیر میکشیم ببینیم. درست مثل قبل دوران جاهلی اینا ذهنشون این بوده، همین منطقه بودن دیگه. این پسر ابو طالب قبول نمی، نوه ابو طالب قبول نمی کرد که نوه ابو سفیان اونجا شاه باشه، به خصوص که پدرش هم کشته بودن، برادرش هم کشته بودن، نمیدونم چی. کدوم آزادی؟ سرور آزادگان افتو چه بکنه؟ اگه این سرور آزادگانه ابراهام لیکن چی کار است؟ تازه هم برده داشت هم برده می خرید این حسین تشنه لب. من بنده داشت هم برده داشت، عرض میکنم که در یکی هم گفته ایرانی ها رو باید برده بکنیم و همون داستان. آقای گلسرخی مارکسیست پا میشه کتش در میاره میگه حسین تشنه‌لب سرور آزادگان، مسخره نیست به نظر شما؟ بفرما قربان. یا حسین تشنه‌لبش خلابیه یا مارکسش خلابیه این آدم. درود بر شما جناب مشیری. درود بر شما قربان جناب مشیری. من با اطلاع از این که برنامه شما راجع به شعر و شاعری و علم و معرفت هست، بلندتر صحبت کنید بنده بشنوم فرمایشات شما رو. عرض کردم که با این که من میدونم که برنامه شما بیشتر راجع به شعر و شاعری و علم و معرفت هست، ولی از آنجا که میدونم که شما به مسائل سیاسی هم بسیار علاقه مند هستین، خواستم که نظر خودم رو در یکی دو مطلب عرض کنم. بدم قربان. اولا که من از این که شما راجب تنبک حرف نمیدارید هیچ دلم آزرده نمیشه، و اگه گل سرخی کتشو کنده و گفته سرور فلان بهتر که میکشتنش، اگه منم بودم میکشتنش. این که دوتا. و اما این که جناب مشیری راجب دروغ که فرمودید که در کتاب و در راجب این تقیه کردن، من چون عقیده داشتم از زمان قدیم که ما باید مسائل رو برای این امریکایی‌ها توضیح بدیم که این آخوندها هر چی که میگن دروغ و دغله، من سالهاست که سعی میکنم به مقاماتی که گوش شنوا دارند این مسائل رو بگم. همین چند روز پیش دو مرتبه من برای تمام این مقامات این رو شرح دادم که آقا این آخوندها، این رژیم در مملکت یک مسئلهی به نام تقیه هست که یعنی میگه من هر چی که گفتم، هر کاری که کردم بعد میزنم زیرش، این از نظر خدا و پیغمبر و قرآن قبوله. این که یکی. و بعد میخواستم خدمتون عرض کنم در همین زمینه که سرکار برنامه داشتید، CNN الان یک نیم ساعت پیش اعلان کرد که آقای مقتدا صدر به ایران فرار کرده. چون میدونید که آقای مقتدا صدر دستش به خون صدها و صدها سرباز امریکایی آغشته است. ایشون که فرار کرده رفته، الان نیم ساعتی پیش گفتن خبر رسیده که فرار کرده به تهران. بنابراین الان وضعیت طوری است که فامیل های آقای بن لادن که در ایران هست، آقای مقتدا صدر هم که تشریف بردن اونجا،
و اسلحه ها هم که از اونجا میفرستن. بنابراین موقعیت طوریست که تمام اوضاع رو بر طبق امریکا طوری جور کرده که اگر روزی به اینا حمله کنن دیگه کسی گله نباید بکنه. اینو خواستم خدمت سرکار عرض کنم. روز شبتون خوش جنابه بود. ممنونم. مثلا برنامه شعر و شاعری نیست. میفرمایید برنامه چشی کجا شعر و شاعری؟ یه غزل حافظ برای شما میخوانیم. عرض کنم که ذهن مبارکتون اندکی رنگین بشه. عرض کنم که میگوید باب سوم شیعه و دروغ. پیروه فرمایش شما. شیعه مجسم کلمه دروغ است. شیعه و دروغ دو کلمه مترادف است. این عالم پاکستانی نوشته. لازم و ملزوم بنای این مذهب بر دروغ نهاده شده و آغاز آن از دروغ شروع شده است. چون شیعه مولود دروغان لذا آن را رنگ تقدس و تعظیم اعطا می کنند و اسم آن را تغییر داده کلمه تقیه برایش به کار بردند و مرادشان این است که هرچه در باطنشان هست به خلاف او اظهار کنند و هرچه مخفی دارند بر ضد آن اعلان کنند و تمسک به این عقیده اساس دین و اصل اصولشان می باشد. حتی اون را به یکی از عمه معصومین نسبت دادن، چون که بخاری چنین گفت و فلان تقیه دین من است از قول یکی از اماما و دین آبای من است و اون که تقیه ندارد ایمان ندارد. این قول ابو جعفر است، امام پنجم نزد زعم ایشان نزد الکافی فی الحصول باب تقیه این آقا در باب دروغ ابو جعفر است، امام پنجم نزد ایشان. کلینی نیز از ابو عمر العجمی روایت کند که ابو عبدالله به من گفت یا ابو عمر، نه دهم دین در تقیه است و کسی که تقیه ندارد دین ندارد. این از دینشان که برای استوار هستند و این از عقیدهشان که برای اعتقاد دارند و مقصودشان کتمان حق و اظهار باطل است و برای آن این حدیث را جعل کردند. از سلیمان ابن خالد روایت می کنند که ابو عبدالله به او گفت ای سلیمان، شما بر دینی هستید که پوشیده داشتن آن افضل است. کسی که آن را چی کرد خدا او را ذلیل کند در مقابل فلان. از این صحبت ها یعنی تقیه یعنی دروغ مقدس، همین که آقا گفته که رنگ تقدس بهش میزنم. ببرمایید آقای مشیری. جان قربان حالتون خوب. آقای مشیری اگه اجازه بدید من یه صفحه یا نیم صفحه از کتاب آقای جمالزاده رو بخونم براتون، بعد یک بحثی رو کوچیک اینجا بکنیم. یه سوال از شما داشتم. در چه کتابی؟ کتاب سرطه یه کرباس صفحه 97 شما براشون میخونم نسوشو. بلندتر بفرمایید. قضیه‌ای که دیگر تا عمر دارم فراموش نخواهم به این است که من با پسر دوم ملک المتکلمین هر یک هفته دو هفته یک بار به چهارپاخانه می‌رفتیم برای پدرم کاغذ می‌فروشتیم. روزی پاکت‌ها رو پاکت به دست به طرف چهارپاخانه می‌رفتیم که ناگهان از وسط میدان شاه قوقای غریبی بلند شد. به دون سو دویدیم، هر طور بود خود را به میان جمعیت انداختیم. محشر کبرایی بود، هر دقیقه از ازدحام مردم زیادتر می‌شد. از طرف قیصریه و بازار و بازار مسگرها و مسجد شاه و مسجد شیخ لطفلا از هر سو سیل جمعیت روان. میدان شاه به اون بزرگی داشت میترکید، به صورت دریای متلاطم در آمد. فوج فوج دسته دسته مخلوق از زن و مرد در حکم امواج باشند. در اون میان عمامه آخونده و منزل کفی بود که بر سر امواج نشسته باشه. وقتی به هزار زور و زج خود را به وسط انبوه مردم رساندیم، دیدیم دو نفر آدم حسابی را در میان گرفتند و دارن به قصد کش میزنند. در صورت تغییر از احوال برآمدیم، ولی هیچ کس اعتنایی به ما ننمود. احدی وقت و حوصله سؤال و جواب نداشت. بعدا معلوم شد دو برادر بودن به اسم حاجی حسن و حاجی هادی، از روی قرض مورد تهمت واقع شده بودن. عاقبت پیرمردی به چشمی گفتم عمو جان تو را به خدا چه خبر است؟ بدون اون که نگاهی به من بیاندازد نفذان گفته بابی کشی است، بزنید دیوانه ها. و از خود را به میان اون دو ولوله جنجال انداخته. اون دو نفر بیچاره مظلوم با سر برهنه شالهاشو به گردنشون انداخته، به خاری هرچه تمامتر به خاک خون میکشیدن. مردم از زن و مرد کوچک و بزرگ با چشمان یزده و در آمده که شراره تعصب شقاوت در اون میدرخشید مانند سگهای حال
و گرگان خونخوار بنارا حمله می آوردن و در زدن ضربت و وارد ساختن دادن آنها به اهانت و شد و لعن و دشمن های و دشنام های قوی بر یکدیگر سپاد می جستن. دیوانوار فریاد می زدن. باید داغ درفششون کرد. باید سنگسارشون کرد. باید چشمانشون در آورد. تک تکشون کرد. سراشون در زیر تخمه کوبید. چشمشون آجینشان کرد. گوش و بینیشان برید. شقهشون کرد. دم توبشان گذاشت. گچشان گرفت. تیباران کرد. زنده سوزانیدشون. دلشان کرد. تنابشان انداخته زنده به گورشان کرد. چوب و چماق و مشت و سیلی بود که بالا میرفت. بر سر و مغز این دو نفر آدم بیار و یاور پان میامد. دیگر هیچ تاب توانی در بدن هم در دو نفر بخت برگشته نمانده بود. رنگ پریده با چشمان این بسته دهان باز. آقای مشیر، حالا من ادامه نیده. این در زمانی است که همون اوائلی مثل اشتا نکنه زمان همین رضاشاه بود. من سوالم این بود، اینه که گفتم وقتا شما باید شنانده گرفتم. ما با داشتن این زمینه فرهنگی، حالا اینا آمدن یه عدل بودن یه عقیده، حالا چه غلط و چه درست، حالا در جامعه دموکراسی که میگیم فرهنگ دموکراسی، آقای کن عقاید متفاوت، ادیان متفاوت، آیا با این مردم که یه عده حالا یه عقیده داشتن یه دینی داشتن با خلاف اینا باشه، آیا یه جامعه که ما میگیم آمدن دموکراسی رو از بین بردن با این آدم ها که این طرز تفکر داشتن، به نظر شما دموکراسی بوده که آمدن از بین بردنش؟ آیا این مردم لایق، اگه ما خودمون از مردم رو نخوام توهین بکنیم، با این مردم فرهنگ دموکراسی داشته باشن که ما بیم ادعا بکنیم آقا ما میخوام دموکراسی بگیریم؟ آیا در کشورهای مثلا دموکراسی درشون بوده؟ ادیان متفاوت، افکار متفاوت، آیا مردم اون این کشورها با مخالفای خودشون از دینی و نمیدونم سیاسی این رفتاره میکرده؟ من اینو میخواستم اگه محبت بکنم توضیح بده. خیلی متشکرم عزیزم، ممنونم. ببینید، ما هیچ موقع مردم رو نباید محکوم کنیم. مردم تقصیری ندارن. عرض کردم و هموطنم اشاره کردن شرایط جامعه است. ببینید، دموکراسی معمولا الیت جامعه میاره و جریان میده. البته زمیناش باید آماده باشه. همین فرهنگ آمریکا رو نگاه کنید. شما فکر کنید آمریکایی ها همه دموکراسی میخواستن؟ بعد از گذشت زمانها آقای لینکلن پیدا شده و گفته آقا برده فروشی نباید باشه. انسان که نمیشه خرید و فروش. تفنگ دست گرفتن گفتن نه آقا ما باقا برده فروشیم، برده بخریم. جنگ کردن، 500 هزار آمریکایی کشته شد. خونین ترین جنگ تاریخ بود. آدم دموکرات برده میخره، برده میفروشه. اما این کشور کشوری بود که پایه های دموکراسیش محکم شده بود، چون گروه الیتی که آمده بودن خیانت نکردن به دموکراسی. دموکراسی ایران هم از پایه و وزدهات شروع نشده. الیت جامعه، دانایان جامعه آمدن و این دموکراسی رو بنیاد کردن. صحبت شما از نمیدونم مال عهد کی بود، درست هم نمیشیدم، مثل صحبت بابی کشی بود و اینا تو زمان ناصرالدین شاه بوده. اتفاقا زمان مرحوم رضا شاه و فرزندش اساسا موضوع دین دیگه مطرح نشده بود، مردم مترقه شده بودن و کسی دیگه واقعا نمی‌پرسید دین چیه و اینا. اما این الیت جامعه این دموکراسی رو آورده بود. شما نگاه کنید به سران مشروطه، ببینید مردان و رجال برجسته ایران بودن، آورده بودن. و حالا ما با موضوع مرحوم رضا شاه می توانیم جوری کنار بیاییم. آقا مملکتی بوده، عقب مانده بوده، این مرد خیلی مقتدر بوده، خیلی سریع می‌خواسته کارا رو انجام بده، گرچه بودن بسیاری که با عقیدش مخالف بودن. بود آقا نخست وزیر باش، کارا رو انجام بده، قانون مملکت هم خراب نکن. اما گرفتاری و بدبختی ما از 28 مرداد شده. شما فراموش نفرمایید در قبل 28 مرداد نگاه کنید، مگه دموکراسی چگونه به وجود بیاد در یک کشوری؟ دموکراسی که یک شبه که همه دموکرات نمیشن که عزیزم، که اما قدم به قدم کشور جلو میره. پیش از این کودتای منحوس و آمدن دیکتاتوری، ببینید چند نوع روزنامه نگار و چند تا روزنامه و چه محققان و روشنفکران خوبی داشتیم. بسیار خوب عمل کرد دموکراسی ایران از بعد از رفتن رضا شاه تا 28 مرداد. اصلا ضرورت نداشت دیکتاتوری این دوره. بارها به اون نوشتن آقا هم خودت از بین میبری، هم قانون از بین میبری، هم کشور سقوط میکنه. گوش نکرده.
اتفاقا خیلی خوب عمل میکرد. من یادم هست رأی میگرفتن در ده، اونچنان به مردم به وحش میامدن و قضیه رو جدی گرفته بودن، کشور سیاسی شده بود، تعطیلش کردن. عزیزان روند سیاست رو و تفکر سیاسی رو و اندیشه سیاسی رو خفه کردن و فراموش نمی کنیم که خودشون هم سقوط کردن، مردم رو هم به ته دره انداختن. شما فکر کنید انتخابات آزادی می بود و دولتی بود و نخست وزیری بود هم چون در روزگار قوام بود و دکتر مصدق بود و اینا، مردم می بودن بودن مرگ بر شاه و سیستم رو یک سره سرنگون کنن، یک همچین آدم هایی بیان سر جاش. حالا عرض کنم که منظور ما این نیست که هی بنشینیم راجع به گذشته بکنیم، نفی گذشته کنیم، اما بایستی بفهمیم درد چه بوده که شاید بتوانیم طرحی برای آینده داشته باشیم. خب وقت ما در اینجا هموطنان گرامی و نازنین به پایان رسید، اما به پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان باقی تا فردا که فردا شب در خدمت شما خواهیم بود و در باب موسیقی صحبت میکنیم و سخن حافظ. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم با سپاس از مهیار گرامی که منظرهای بسیار زیبایی نشون دادن. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی، زنده باد انسانیت و زنده باد دموکراسی.